خب امروز توی این ویدیو قراره بهتون یه آپدیت جدید از پروژه بلوم بدم آپدیتی که توش خبرهای خوب و امیدوار کننده ای از پروژه بلوم وجود داره اگه واقعا پروژه بلوم یعنی نسبت به صحبتهایی که میکنن درست عمل بکنن میشه گفت بلوم و بیشترین امید رو میتونیم بهش داشته باشیم از محدود پروژهای باشه که مثل نات کوین بتونه توی ایردراپش کاربرا رو راضی نگه داره و کلا بعد لیستینگ هم کاربرا باهاش وفادار بمونه توی بچه مصاحبه جدید بنیانگذار پروژه بلوم که صحبت های مهمی ازش شده یعنی چند تا سوالی که بیشترین تکرار رو داشتن یک جوابی داده و قرار با هم دیگه بررسی بکنیم ببینیم توی مصاحبهشون دقیقا چه صحبت هایی کردن توی اون مصاحبه بچه صحبت که شده در مورد ارزش بلوم در مورد زمان لیست و کلا پلنایی که دارن یک نکته بهتون بگم امروز بچه بخش دراپ گیم هم برای خودم فعال شده هم برای فکر میکنم دیگه همتون فعال شده باشه مخصوصا کاربرانی که توی مراحل قبلی براشون فعال نشده بود روی گزینه پلی که ما بزنیم ببینید همونطور که بلوم داره میاد پایین شما دارید توکن داگز رو هم مشاهده میکنید یعنی ببخشید اون یه دونه فکر کردم توکنی که داره میاد پایین بعد نگاه کنید توکن داگز هم داره میاد پایین و ماجرای اینم در موردش توی مصاحبه با هم دیگه صحبت میکنیم و فقط خواستم توی این قسمت بهتون نشون بدم که توکن داگز هم وجود داره ولی نسبت به دفعات قبل یعنی بخشای قبلی که اومده بود اینجا بچه توکن داگز کمتر میده ولی خب بالاخره بازم فعال شده دوستانی که هی منتظر بودن چرا براشون فعال نمیشه از این به بعد شما میتونید بیاید یک چند روزی فرصت دارید و توکن داگز هم ماین بکنید به عنوان مثال ببینید کلا چقدر به من توکن داگز داد تعدادش زیاد نبود ها رو من از دست دادم چون داشتم براتون رکورد میکردم خلاصه این سر بزنید و توکن های داگزتون رو برداشت بکنید برای همه امروز فعال شده البته این همه ای که میگم شاید شامل دوستانی که قبلا براشون فعال شده باشه یعنی فعال بوده نشه یا شاید هم باشه خلاصه حتما توی کامنت ها بنویسید تا متوجه بشن ما بقیه دوستان که برای همه فعال شده یا نه خب بریم سراغ بررسی مصاحبه و سال جوابشون ببینیم که اوضاع از چه قراره خب توی اطلاع جدید و مصاحبه با بنیانگذار پروژه بلوم یعنی ولادیمیر چهار تا بچه پرسش حیاتی ازش کردن که جوابه خیلی جالبی داده چهار تا دا پرسشی که بسیار پرتکرارن و سوالات کاربرانه و حتی ازش پرسیدن که شما قرار مثل همستر کنبت بشید یا نه جوابه جالبی داده با هم بررسی میکنیم به با عنوان مثال ببینید سال اولش اینه لیستینگ توکن بلوم چه زمانی رو خواهد داد سوالی واقعا حیاتی که فکر کاربر الان در درگیرشه ولی قبل اینکه بخوایم به جواب این سوال بچه ها بریم سراغش یعنی بهتره که بریم سراغ سوالات بعدی که این سال اول براتون بیشتر شفاف سازی بشه چون ببینید ارزش مهمتر از زمان لیست به نظر من اگه قرار باشه ما اول ارزش رو بفهمیم بعدش تاریخ لیست خب خیلی بیشتر تعیین تکلیف میشه واسمون ببینید سوال دومش این بوده در رابطه با همستر کمبت چه فکر میکنید آیا بولوم هم همان سرنوشت و تکرار خواهد کرد گفته من در جایگاه عمومی سخنرانی دو هم در رازر. و مشکل عظیمی در رابطه با جایگاه پروژه وجود داره متاسفم که اینو میگم ولی بسیاری از آنها کپی هستند یک کپی از نات کوین واقعا حرف راستی رو داره میگه و خویتم در جریان این قضیه هستید زمانی که نات کوین اومد چقدر پروژه اومدن ازش کپی برداری کردن اینم هم اومده همون حرفو زده و گفته که کاربران تب میکنن مقدار توکن به دست میارن و همه چیز تمام می بعضی از پروژه مکانیزم بازی خیلی جذابی به کار می ببینید این حرفش دو پهلوه یه گفته که بعضی از پروژام دقیقاً, دقیقا کارشون همونه ریشهشون همونه فقط اومدن مکانیزم بازی خیلی جذاب تر کردن ظاهرش کاربر رو فریب بده ولی خب از یه چشم آب میخورن منظورش دقیقا اینه و این حرفش هم کاملا درسته اما همستر خب نظرش در مورد همستر دقیقا چه؟ به نظر من پروژه شفافی در رابطه با معرفی آیندهش نبود اونا در رابطه با این موضوع توهم آمیز و گمراه کننده عمل کردن آنها مثل کتیزن ادعا اجرای یک پلتفرم بازی داشتن اما پس از لیستینگ بازار مثبتی رو نشان نمیدن از کتیزن و کتس هم که دل همه خونه اصلا صحبتشو نکنیم بهتره واقعا پروژه خیلی عجیب غریبی بودن آنها پروژه های گیم فای هستن تفاوت در اینجاست که بلوم گوش کنید اینجا مهمه تفاوت در اینجاست که بولوم در آینده یک صرافی تلگرامی جهت معامله در بازار است که برای شبکه تون راه اندازی می شود. سپس سایر شبکه ها یعنی بیشتر از سی تا شبکه و محصولات از راه می رسن. همچنین فرصت معاملات مختلفی نیز وجود خواهد داشت پویای این پلتفرم میتواند کاملا متفاوت با سایرین باشد خب همین پارت و همین بند و ببینید بچه چه صحبتهایی مهمی کرد یه جوری ارزش بلوم اومد به ما نشون داد قبلش اومد مثلا مخالفتش رو با خیلی از پروژا نشون داد که واقعا بچه حرف حقی زده همه آقا کپی از نات کوین اینجا اومد گفتش که بلوم قرار تبدیل به یک صرافی تلگرامی بشه جهت معاملات مختلف و خیلی بزرگ و همین میتونه یک امیدواری بسیار خوب بچه از ارزش و کلن پروژه بلوم باشه سال بعدی چرا ربات بلوم بعضی موقع خوب کار نمیکنه مثلا بعد از انجام یک کوست اون دایره مکرر میچرخ و تایید نهایی نمیشه خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم گفته دلیلش ترافیک سنگین بلومه و الان میدونید که بولوم کاربران آنلاین بسیار زیادی داره دیگه همتون در جریان هستید و گفته به ما با استخدام توسعه دهندگان جدید به دنبال بهبود شرایط هستیم در نهایت باید بگوییم که تمام تراکنش ها و اطلاعات امن خواهند بود و ما همه چیز را تحت کنترل داریم و گفته که اگه تراکنش انجام دادید نگران نباشید براتون اوکی و محفوظ اون تراکنشتون حساب میشه سال چهارم در رابطه با نگرانی های جامعه در مورد ایردراپ سگانه شما از توکن داکس چه میگویید سوالی بسیار مهم که خیلی از شما ایزانم. درگیرش هستید و میپرسید چرا داگز برای من فعال نشده بود یا چرا داگز هنوز فعال نشده و این داستان ها ببینید قشنگ اومده خیلی خلاصه جواب این سوالو داده گفته ما در مرحله اول توکن ها را در میان یک و میلیون نفر توضیح کردیم که توی کانال تلگرام به محض توضیح من بهتون اطلاع رسانی کردم گفتم یه چک انجام بدید ببینید براتون فعال شده یا نه اگه فعال شده تو کنای داگزتون رو ماین بکنید در مرحله دوم نیز صد هزار نفر رو در نظر گرفتیم ببینید 1.5 میلیون نفر کجا صد هزار نفر کجا و چرا صد هزار نفر رو در نظر گرفتن اینجا مده جواب داده ما قبل از مرحله دوم در قالب یک نظرسنجی محدود از جامعه پرسیدیم که شما کدومو ترجیح میدید مقدار بزرگی از توکنا برای جامعه محدود یا مقداری اندک برای جامعی بزرگ پاسخ جامعه مورد اول بود یعنی آقا توکنای زیاد یا به تعداد کمتری از کاربرا بدی و اجرای آن احتمالا یه اشتباه از سوی ما بود یعنی خودشون پشیمونن که اون انجام دادن گفتن ما دراپ سوم را همانطور که شما خواستید اجرا کردیم که در آن هر شخص مقدار کمتری از توکن را به دست آورد و توی این دراپ سومشون از اون دراپ دومشون یه درسی گرفتن به خاطر همین امروز برای کاربرا دوباره دراپ سوم فعال شده دیدید که توکن داگز کمی به من داد ولی خب فعال شده بود دوباره تاکید میکنم دراپ های بزرگتری در راست همچنین ما دراپ میم فای رو نیز داریم به نازم بچه ببینید این حرفش واقعا دیگه خیلی خفن این یعنی قراره توکن های میم هم ما داشته باشیم یعنی قرار پروژه‌ای که لیست میشن و معتبر هستن و دو این پروژه بولوم دراپاشون رو باز بیار ما بتونیم ماین ما بکنیم فقط ارزش بلیتاتون رو حفظ بکنید زیاده روی نکنید این تازه اول راه بولومه که به شما فرصت شناخت پروژه های جدید رو میده و ببینید همین حرکتشون باعث میشه که ما خیلی امیدوار باشیم به ارزش بولوم و اینکه قرار واقعا تبدیل به یه صرافی موفق باشه خب بریم بچه سوال مهم یعنی لیستینگ توکن بولوم چه زمانی رو خواهد داد گفته هنوز تاریخ دقیق برای لیستینگ وجود ندارد و من میگویم چرا ما نمیخوایم مانند بسیاری از پروژه که در نهایت پس از جذب حد اکثری کاربران و ایردراپشون 5 تا 10 درصد از کاربران حفظ میکنن عمل کنیم واقعا راست میگه خودتون دیدید بعد ایردراپ فقط 5 تا 10 درصد رو حفظ میکنن و همه کاربران دیگه کلا خداحافظی میکنن ما چندین ایردراپ مجزا اهم از توکن های داکس حتی توکن ایکس را اجرا کردیم یعنی همون X امپایری که امروز قرار لیست بشه و در آینده نیز ایردراپ های مجزای از پروژه مانند مینفای صورت خواهد یعنی صورت خواهد گرفت اما خودمون چه زمانی انجامش خواهیم داد گفته که به صورت عمومی ما نیاز داریم تا بخش مینپت که قبلا راجبش صحبت کرده بودیم یه جور استعداد یابی انگار و بعدش هم معاملات خرید و فروش تریدینگ رو تو پلتفرمشون رو اندازی کنن و بعد آن میتوانیم در رابطه با لیستینگ توکن بولوم و اجاب نیست سخن بگوییم پس عجله نکنید همه چیز قدم به قدم و به صورت منظم پیش خواهد رفت این بود بچا از تمام و فعلا مثل اینکه نباید منتظر لیست باشید و از این شانس پرو... از این شانسایی که میاره از این دراپایی که میاره حتما نهایت استفاده رو بکنید ولی خب بلوم از اون پروژه‌ای که لیست شدنش قطعیه اگه ارزش بچا خوبی داشته باشه واقعا خودم هم حاضرم که صبر بکنم براش اگه ویدیو رو پسندیدید واسهتون مفید بود لطفا لایکاتون رو بزنید جت حس سابیاتون رو حتماً نظرتون توی کامنت‌ها در مورد پروژه بلوم و دراپاش بنویسید خیلی چاکره.